آقای مرعشی میفرمود رحمت الله علیه، یکی از شبهای زیارتی بود، مسجد پر. گفته بود اون عالم آقا دوستانتون الحمدلله خیلی آمدن برای فرجتون دعا میکنن، تبسمی کردن، فرمودن اینجوری نیست که تو میگی. یکی خیلی ناله میکرد، فرمود بیا از این بپرس، آقا رو که نمیدیدی عالم، هم چی شده انقدر؟ گفت خونه ندارم، چندین سال مستأجر. پلو یکی دیگه بود زجه میزد اومد، چه خبره؟ چی شده؟ گفت بچه ندارم، داره به اختلاف افتاده چند سال. به اون یکی گفت بدهکارم، اون یکی زنم مریضه، اون یکی خودم مریضه، این عالم سرش انداخت پایین. برای ایشونم خجالت نکشه، آقا فرمودی پیر مردیم گوشه است، از اونم سوال کن. یه مش استخون سر گذاشته رو زانوش، بد جور گریه میکرد. گفت بابا چه گرفتاری داره؟ گفت آقام قریب امام زمان علیه السلام، اومدم برای فرج و سلامتش دعا کنم. تو این جماعت مرحوم شیخ الاکبر نهاوندی می نویسه یک کسی بود زار زار و گریه کردنش قوغا بود. هر هفته مجلس هایی می گرفتن در کجای عراق، بقالم بود اما باسوز بود. خلاصه وقت دستور دادن که برید این بگید بیاد. اومدن گفتن آقا فرمودن شما تشریف بیارید. در مغازه رو بست و از بس منتظر بود اطمینانم داشت. خب این شخص با تیل عرض آوردن، دستش این نماینده حضرت گرفت و چند قدمی از شهر اومدن بیرون، دیدن هوا ابریه. این بنده خدا فکر کردم بغل شهر خودشونه، همین آبادیشونه. گفت ای داد بیداد، تو ذهنش اومد ما یه مقدار صابون هم درست کرده بودیم دو پشت بوم گذاشتیم خوش بشه، قدیما که یاد شونه دیگه، شغار و پیه و جه درست میکرد. بارونه بیاد بره همه کف میشه، از نادون میاد بیرون. حالا هم امروز که ما صابونا رو گذاشتیم، هم امروز هم اومدن دنبال من بعد عمر. با تیل عرض آوردن حضرت این شخص رو. وسط صحرایی یه خیمه بود. این نماینده حضرت فرمود شما همینجا صبر کنید، من داخل خیمه برم از وجود شریفش اجازه بگیرم. یه چند قدمی که اومد طرف خیمه، صدا آمد رو دوه برگردونیش، انه رجل صابونیون، حواسش به صابوناشه، بعد عمریم برای ما که حالا امروز یعنی از چند تا صابونم نتونستم. دستشو گرفت برگشتید شهر خودشونه. ای وای